فرزاد فرهادیان بازیکن سابق تیم ملی ایران که از خرونینگن هلند یا روتردام نمیدونم چون برای بازی دیدن بازی تیم ملی مردم قرار بود به روتردام بره با ما هست. من بعد درود میگم فرزاد فرهادیان که ما رو همراهی میکنی. علی جون نمیدونم اونجا روز شب فکر کنم صبح ساعت 8 و 9 صبح، صبحت بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما همکارانتون و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم علی جون. فرزاد عزیز میدونم که خب والیبال همیشه دنبال کردی، میدونم از شرایط تیم ملی والیبال ایران هم در شهر روتردام که الان حضور داره و روز گذشته در اولین بازی هفته دوم موفق شد تیم آلمان رو 3-0 شکست بده، فکر کنم بعد از 11 سال که هیچ وقت پیروز نمیشد مقابل ایران، گربه سیاه تیم ملی شده بود تیم آلمان، تیم جوان شده ی آلمان رو شکست داد 3-0. میدونم قطعا با تمام خانواده ایران، خانواده والیبال ایران خصوصا بازیکنان سابق که الان در رده‌های مختلف سکان هدایت تیم‌های ملی ایران رو در بر عهده دارن، مثل بهروز عطایی سرمربی کنونی تیم ملی والیبال یا پیمان اکبری، کیوان مجردی و باقیشون در ارتباط هستی. پیش از هر چیز شرایط والیبال ایران رو چگونه می‌بینی؟ تفاوت والیبال مردان ایران که الان جزو تیم‌های برتر والیبال جهان شده و اینکه به نظر تو والیبال ایران خانوما بانوان اگر بخوان از رده ششم، هفتم، پنجم تغییر بکنن و بیان جزو چهار تیم برتر، بیان به درخشان در رقابت‌های VNL لیگ ملت‌ها بخوان حضور داشته باشن، چه اتفاقاتی باید در والیبال زنان رخ بده؟ علی جان در رابطه با سوال شما بگم که تفاوت بین والیبال مردان و زنان ایران تفاوت خیلی زیاده. ببینید من به شخص خودم میگم که متاسفم که ما زمانی که در ایران هم بازی میکردیم به حال اطلاع زیادی از والیبال بانوان نداشتیم، بخاطر همین محدودیت هایی که وجود داره. ببینید به نظر من واقعیت رو بگم، من احترام زیادی واسه تیم بانوان قائلم به خاطری که با شرایط سختی اینا والیبال بازی میکنن. به هر حال در رابطه با تیم آقایان خب امکانات زیاد بود و آزادی که آقایون دارن در رابطه با تمرین یا مبالغی که در رابطه با قرارداداشون میگیرن قابل مقایسه نیست با والیبال بانوان. مشکلات زیادی دارم ولی میگم به شخص احترام زیادی قائلم واسه این خانوما که با همه این شرایط سخت باز تلاش خودشونو میکنن. تیم مردان ایران که میدونید در روتردام مشغول مسابقات لیگ ملت هاست، دیروز بازی خیلی خوبی از خودشون نشون دادن، کم اشتباه بودن و به هر حال ما هم خوشحال شدیم که تونستن تیم آلمانو شکست بدن و امروز تیم ایران در مقابل تیم ایتالیا قرار میگیره. در رابطه با بانوان ببینین من نظرم اینه اگه بانوان ایرانی امکانات بیشتری داشته باشن به نظر من در کل ورزش ایران میتونه خیلی حرفا داشته باشه در دنیا، ولی خب شما مقایسه بکنید با تیم ملی بانوان ترکیه، ببینید که تیم ملی بانوان ترکیه کجاست و تیم ملی بانوان ما کجا از نظر امکانات و به هر حال شرایط تمرین و بازی. من چون به شخص خودم سال 93 مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند بود و میدونید که این کشورهای شرقی از نظر آب و هوایی مخصوصا در تابستون هوای بسیار گرم و شرجی دارن، من نمیدونم یعنی واقعا خیلی سخته که بتونی فکر بکنی با در واقع مثل اینه که شما با گرم کن داخل یه سونا والیبال بازی بکنی و این از نظر جسمی خیلی فشار میاد رو بازی کنی. به خاطر همین امیدوارم که شرایط تغییر بکنه. به هر حال بانوان ما تلاش خودشونو کردن و امیدوارم که امروز هم بتونن تیم ویتنامو شکست بدن که میدونی تیم ویتنام هم چند ماه قبل قهرمان باشگاهی آسیا شد. به هر حال حرف و حدیث زیاد، من در خدمتتون هستم علی آقا.